خب سلام خوبین امروز میخوایم در مورد خرید مسکن تو انگلیس با هم دیگه صحبت بکنیم این یه ویدیوی خیلی کوتاهه اگر بخواین که بیشتر در موردش توضیح بدم خب باید بیشتر تحقیق بکنم ولی چیزی که دارم برای تو توی این ویدیو توضیح میدم فقط بیشتر در حد یک اطلاعات عمومی هست و مطالب و آگاهی هست که خود من شخصا کسبش کردم و میخوام در اختیارتون قرار بدم ببینید خونه خریدن یا روند خونه خریدن توی کشورهای اروپایی و آمریکایی به این ترتیب پیش میره اول از همه که بهش میگن مورگیج یعنی going for a mortgage یعنی حالت رهنه در واقع شما اینجا خونه ها رو از دولت حالت رهن میگیرید ولی به چه صورتی مثلا 20 ساله یا 30 ساله اقساط 20 ساله یا 30 ساله میدین حالا بعضی وقتها ممکنه که فرد پول نقد داشته باشه و بتونه به صورت نقدی یک جا خونه رو خرید بکنه که مثل ایران میشه و شما برای اینکه بخواید این که خونه ها رو رهن کنین از دولت معمولا باید از طریق یک واسطه یا یک دلالی بروکری این کار رو انجام بدین که بانک ها معمولا این کار رو انجام میدن اگر بانک ها انجام ندن معمولا مشاور املاکی ها یعنی آفیس های املاکی اینجا خودشون یک سری مشاوره ای دارن و کارهای دلالی برای در واقع این لون ها این وام هایی که دولت میخواد به شما بده از طریق اونها میتونین اقدام بکنین حالا براتون یکم بهتر توضیح میدم ببینید فرض بگیرید شما یک زن شوهری هستید که اومدید انگلستان و درآمد سالانه تون 50000 پوند در ساله این پنجاه هزار پوند بستگی داره که شما چه مدل شغلی دارید ببینید زمانی که شما از طرف یک شرکتی استخدام شدید و یک کار رسمی دارید اگر که تمامی این موارد بیمه مالیات همه اینا از طرف اون شرکت برای شما به دولت پرداخت بشه و اون شرکت برای شما اینا رو رد بکنه که خب مشکلی نداره خیلی قضیه پیچیده نمیشه اما اگر زمان شما شغل خودتون رو داشته باشید مثلا ساندویجی داشته باشید رستورانت داشته باشید شرکت خودتون رو داشته باشید اینها میشه مشاغل سول تریدر یعنی چی یعنی شما سلف امپلوید هستید دولت انگلستان معمولا با سلف امپلوید ها خیلی سخگیر تر برخورد میکنه چه برای کسایی که میخوان برای ویزا بیان و چه برای کسایی که میخوان خرید خونه و یا اجاره خونه انجام بدن خب فرض رو به این گرفتیم که مثلا شما الان یک زن و شوهری هستین که سالی پنجا هزار پوند درآمد دارید و میخواین الان برید انگلستان خونه بخرید اگر که شما بخواین برید یک خونه ای ببینید توی لندن مثلا به درآمد شما دولت اینجا درآمد شما رو چهار و نیم برابر میکنه و بعد به اندازه اون چهار و نیم برابر شما اجازه دارید خونه بگیرید مثلا اگه برید یه خونه 700 پوندی ببینید نمیتونید با این درآمد سالی 50 هزار پوند برید خونه بگیرید الان خونه های لندن یک خونه یک خواب کوچیک تقریبا 50 متری از حدود فکر می کنم 600 هزار پوند شروع میشه و شما اگر سالی 50 هزار پوند درآمد داشته باشید نمیتونید بیاین برین اون خونه 600 هزار پوندی رو بخرید طبق درآمدتون چهار و نیم برابر به, نی... به اندازه قیمت یک خونه شما اجازه دارید برید یک خونه رو بخرید اما حالا همین پروسه میتونه برای کسایی که واسه شرکت های دیگه کار میکنن خیلی راحت باشه پروسه سلف ایمپلوید ها یعنی مشاغل آزاد اینجا یک مقدار سخت میشه قبلا توی سالهای گذشته دولت بریتانیا به هر کسی همینجور خیلی راحت خونه میدادن و با هر قیمتی با هر نرخی هر کسی هر چقدر درآمد داشت میتونست خونه بخره تا اینکه این قوانین توی سالهای اخیر سختتر و سختتر شد و دیگه الان جدیدن واقعا سخت خونه خریدن توی انگلستان مثلا شما اگر که سالی 50 هزار پوند داشته باشید و, چهار و نیم برابر بتونید برین خونه بگیرین حالا فرض میگیریم یک سیوینگ و یک پسندازی هم داشتید میذارین روی این پول برید خونه بگیرید 200 300 هزار پوند اینجا توی انگلستان یک خونه تقریبا کوچیک میشه خرید نه خیلی بزرگ از همه مهمتر محله که میخواین برین خونه بگیرین ببینید اینجا یک منطقه های هست خود یا بهش میگن rough area یعنی چی راف ایریا؟ یعنی توی این مناطق کرایم ریت بالاست یعنی میزان جرایم جرم و جنایت تو مناطق بالاست مناطقی هستش که پر از مهاجره پر از افرادیه که کارهای خلاف انجام میدن یعنی شما فکر نکنید با اون مبلغ میتونید یه جایی بدید زندگی بکنید که خیلی خونه جانانه و خوبی گیرتون بیاد معمولا خونه هایی که جاهای خوبی هستن علال خصوص لندن قیمتاش بالاست. و این خیلی بستگی داره که شما کجای لندن بتونید به این خونه بگیرین اگر این خونه ها توی براف ایریا ها نباشه یعنی توی مناطق خیلی ناجور نباشه نهایت شما باید برید برین توی کانتری ساید یعنی خارج از شهر یک محله دور افتاده باید برید خونه بگیرید این اولین سری از اطلاعات زندگی در انگلستان و خرید خونه در انگلستانه من فیلم های بیشتری درست میکنم توی این یه مورد اگر دوست داشتید به هم بگید که باز هم اطلاعات بیشتری بذارم اینها تمام تجربیات شخصی من بود ولی اطلاعات علمی تر و کاربردی تر و تکنیکی تر اگر خواستید حتما بازم براتون فیلم میگیرم لطفا این فیلم رو برای دوستاتون بفرستید و از پیج من حمایت کنید ممنونم